آموزش صدای آبادی سلام جنانده عزیز برنامه صدای آبادی آیا در مورد لمپسکن یا مرض جلدی گوها چیز میدانین؟ مریض بود یک بیس روز گلو نشدرد میکد ایچ که خورده نمیتانیست لمپسکن یا مرض جلدی سبب چه مشکلات برای گوا میشه؟ علت های مبتلا شدن گوها به این مرض چی هاست؟ مالدارا چی کرده می تا گوایشان را از دچار شدن به این مرض جلوگیری کنند؟ برنامه ای افتی صدای آبادی به ای همه پرسشها پاسخ میگه که ما وحیده سابر برتان تقدیم میکنم. تعداد مردم افغانستان در قریه ها و روستاها ها مصروف مالداری هستند. تولیدات چون پشم مواشی، شیر، ماز، چکه، پنیر، مسکه و قروت را به فروش می و از آیدان خرچ و مصارف زندگی روزمریشان را محیام می سازند. اما گهگاه بعضی امراض هستند که سبب میشه مواشی به آن دچار شوند و حتی بعضی وقت سبب از بین رفتن مواشی نیز میشه. یکی از امراض لمپسکن یا مرض جلدی گوها می باشه که به شکل ساری عمل میکنه. حال می بدانیم که مرض لمپسکن یا مرض جلدی تا چه حد گوها را دچار مشکلات می سازه. اسم ما روحلا گو مریض بود یک بیس روز گلونش درد میکرد ایچ که ده بدنش دانه برامد و باز بعد از 20 روز هیچ خوابم نشد تو استاد بود که مرده شد علالم نکد که گوشتشه خطر داره در زرنج بار که دو دشت کلاچش کرد اشتا در خریده بود زراتی بود خندی گل اینجا میزد کانه میخورد دی دو روزی که میمورد از دانش او میامد باز مرد. حیات الله گاو داشتیم در خانه تکلیف پیدا کرد مری شد دانه دانه غوره پیدا کرد جای به جای افتاد تیس خستانه میتونست روز برو لاغر 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 تا که از بین رفت چشماش او میامد از دانش او میامد اگر استاد هم یکی استاد نمیشد پس مفتاد وقتی که طلب شد بازی رو من به شکم شد پاره شکم بیش بیخی فامیلی از بین رفته بود همین تو غوره شکم بیش جسد از میداد یک دکتر احمد مختار محسنی رئیس ریاست صحت ایوانی وزارت زراعت و مالداری درباره خطرات لمپسکن یا مرض جلدی گاوها چنین میگه یک نوع مرض ویروسی است از طریق حشرات انتقال پیدا میکنه در بین گاوها است علائم از این مرض کس با ظاهر شدن نودل ها هرچق افرازات و بعد کم که ایوان از زمین گیر می و از گشت گذار ایوان می مانند باعث تلفات ایوان می شود ها اولا تحت جلد است پس آن در روی جلد میبره و حتی گرچقه ها می که سیستم تنفسی ایوان هم به حالت بکشاند تلفاتش ما در مجموع که می بینیم در زون شرق و جنوب ما بیشتر است لاغر شدن، مرتب سر نفس کشیدن به اشتهایی به حسی از پا افتادن آمدن اشک از چشم و بعض موارد دیگر از علائم لمپسکن یا مرض جلدی نزد گاوهاست. زمانی که گوها به این مرض دچار شدن مالدارانی نیز ضرر اقتصادی میکنند حال میپردازیم به اینکه علتهای دچار شدن گوها به این مرض چها چه هستند این مرض تبال دواتن ما کس ندیده بود نیامده بود که از تاثیر گرمی بود نمی والا رئیس صحت ایوانی میگه کسیف بودن طویله و موجودیت مگس و پشه ها سبب انتقال این از یک گاو به گاو دگه میشه یک خویلت مبتلا شدنش موجودیت خود عامل مرض است اما ویروس کس که انتقال میشه آوردن ایوان مریض داخل یک فارم است یا با که دو ایوان بین هم دیگر استفاده خوراکی که استفاده میکنه حتی دکترای ما که اگر شرایط مورد نظر نگیرن که فهمورا که تطبیق میکنه یا واکسین یا اینا میتونند، ترانسپورتش میتونه تمامش حامل است که انتقال میکنند. وقتی که جای یک تجمع حشرات است یا ها به گندیده است اونجا خود تبند پشه یا مگس کس اونجا میره یا به میگری یا به خاطر تغذیه خود از اونجا پس دیگر دیگه خودش منبی است که باعث انتقال مرز جایی که علف است با توان فرازات دان از این میمانه بعد از این دیگه می اونجا دان میزن وقتی که دان زده می ویروس انتقال میکنه به حیوان دیگه یا تماس خود جلد منفزای داره خود هرچک از یک مدت ویروس دی است که جای مناسب به خاطر رشد ویروس است از یه هرچک و تماس گرفتن جلد دویوان حیوان قابل انتقال است به توجهی مال داره این به توجهی به خاطر است که بسیار چیزها رو سطحی فکر میکنه اگر برش پای آمه بدی که اینی کار تو متوجه که متوجه از این نیست نمی که میرن در محیط با متوجه نیست که گوزو بای مرز مبتلا و خود اون نفر خوراکی گاو مراقبت گاو مریض میکنه که کدو تماس شد تمام ویروس انتقال میده دفار فارم مالدارای ما شرایط کس ایجا می فکر میکنن که تداوی حیوان بسیار یک چیز ساده است خودشون میر از یک جایی یا روابط تماس پیدا میکنن از دیگه جای ها برشون واکسن میرسه بدون در نظر داشت شرایط واکسین بدون در نظر داشت میارات تداوی و ایوان خود یا ایو واکسین تدبیق هدویه میکنیم خاطر تدویش خلاف اصول و خودش داینده دا خود مالدار بیچاره ما که تمام زندگیش وابسته به یک فردگه و خودش متضرر میشه دوستان عزیز شما شنونده برنامه صدای آبادی هستین اگر در مورد ای برنامه و سایر برنامه های تعلیمی ما نظر و یا پیشنهاد دارین به شماره تلفن سفر بیست دوستدو چهل پنجاوی به طور مستقیم با همکاران ما به تماس شوین برنامه را که مشنوین در مورد لمپسکن یا مرض جلدی گوها اختصاص یافته. لمپسکن یک نوع مرض ویروسی ساری بوده که گوها با آن دچار میشن. این مرض از بابت کسیف بودن طویله، گزیدن پشه و بعض حشرات دگه از یک گاو به گاو دگه انتقال میکنه. مسئولین ریاست مالداری وزارت زراعت میگه که مرض لمپسکن ساری بوده، و نگهداری یک جای گوهای به این مرز و گوهای سالم نیز از راه های انتقال این مرض هستند. حال سوال اینجاست که مالدارا چی کرده میتونند تا از دچار شدن گوهایشان به این مرز جلوگیری کنند. در باره همکار ما مزمل شای دوست با تعداد از مالداران صحبت کرده که با هم مشنویم.

آله فلحال دغه موځونش کوم وینم یوه چیز زګه چی خوراکه را بهش میته خوراکه زګه کایم برګې ته د یو ځره بعد نظر ما تقریبا کم کم دادم خورت برګې تاک به شاوردم تو غومای به شاوردم او کومه لري شوماده می باغ میګردم یا کمی کوي خوبتره به شي نهره بازوبیا دره د گیم کاستا او ګوش کومریضه سه کمی کونجاره میته کمی سی ميدام کوم میته شنونده عزیز گوی یک مادر دیگه هم مبتلا به می مرض است میگن که ما مطابق هدایت دکتر برش دوا دادیم کم و توم خوب شده ای که چی قسم دوا است و چطور خوب شده از خود زبان از اینه میشنم اسم علی جان است یک روز شامکی گو از باقا وردیم. که می گو ما تو گوشش تا سه رقم مجول واری است گوش از اینه گرفتم که تاو داره بسیار شدید بود که دکتر سه مشوره کردیم دکتر گفتم که تو تاو داره و یک میده میده دانه دمی دا معلوم میشه باز او گفت که نیم مرازای نو است که آمده گوتا گرفته باز نمی دواره با من داتا باز باز که تزینی دوان جایی که دانگه کس باشوی گوتا گفت گرم نگاه بعد از اینکه مثال شما مطابق دایت دکتر امور رقم پیچکاری هم کردین و دانایش هم ششتین باز تو تاثیر کن؟ گو زنده از بیدار شده از حالتش کم بیدار کده خود تبش خوب شده؟ تبش هم خوب است ای که کدام راه های دیگه وجود داره که گاوها به این مرض دچار نشن و یا اگر دچار شدن چگونه تداوی شوند همکار ما مزمل وطندوز از رئیس صحت تایوانی پرسش های کرده که با هم مشنویم یک مالدار اگر مثلا یک گاوش مبتلا به این مرض شوه چی باید بکنن یک گاوی که مبتلا به مرض شده از گوهای دیگه که داره در فارم قرنطینش کنه نه حشرات ده اونجا نه تماس با دیگه ایوانات باشه و خود از یک در صورتی که از ایوان مبتلا مراقبت میکن نباید به ایوانات سالم خود مراجعه کنه و یک لباس مخصوص همین جوانه که داخل از ایوان مریضی که مراقبت میکنه و را با او لباس ها خود داخل شد و مراقبت سمش. کن خوراکه بسیار با سلولوز بالا یا با فایبر پایین برش بتن اما نازو نازک برش بدن خود رشقه شبدر یا اولوفه کردی کسی را در پالوی کنجاره و کانسنتریت هم تغذیه کنه به خاطر از اینکه مبارزه کنه و جراتش فعالیت سالم داشته باشه غذای قوی برش تغذیه شد در سمیم طرف امی استفاده از لبنیات ازی و یا هم گوشت ازی از که مثلا در بعض ولایت ها اعلان شد از طرف حکومت محلی گویا که گوش خوردنش سبب از میشه که انسانم به می مرض مبتلا شه و هم شیر خوردنش آیا شما امی تصمیم از اینا را تایید میکنین یک چیز یاد خود لمپ اسکن که از یک مرض ویروسی است اما مرض زونوس نیست ما زونوس به این مفهوم میگیم که مرض که از انسان قابل انتقال دایوان دا حیوان یا از حیوان به به انسان باشه محصولات حیوان قابل استفاده می باشه صرف در هر حالت ما محصولات حیوانی را که استفاده میکنیم باید شرایط مسئولیتی مورد نظر بگیریم سوال اخیر ما د این مورد است که اگر بر یک مالداری که مثلا در قریه زندگی میکنن بخوایم بفهمانیم کدام نکات مهم را باید بگویم که مثلا این زودتر او را بگیره و عملی کنه برای یک مالدار توصیه ما است در صورت که در ساحه مرز و پیدا نکده باشه و اول مراجعه کنه در کلینیک صحت ایوانی که در اونجا از تمام معلومات که ما برشمین در مورد مرض است دو موضوعی است که واکسین در بازار هست واکسینی که به شکل کول cool, چاینش به خبر برسه از این واکسین از زیر نظر دکتر وترنر خود دکتر وترنر بیاره برش تطبیق دم یا مرض جلدی سبب از بین رفتن گوها شده بود. مالدار از این بابت ضرر اقتصادی کرده بودند. به گفته مالدار این مرض تا حد خطرناک بوده که بالای لبنیات و گوشت گاو تاثیر منفی گذاشته بود. مردم علت را عدم آگاهی از این مرض عنوان کردند. اما مسئولین ریاست مالداری وزارت زراعت به این باور هستند که انتقال این مرض از یک گاو به گاو دیگر علتهای مختلف داره. مثلا کسیف بودن طویله، مرات نکردن نظافت، تجمع مگس، پشه و دیگر حشرات از دلایل هستند که گوها به این مرز دوچار میشند. خاطر که گوها به این مرز دوچار نشن، ابتدا نظافت طویله را مد نظر باید بگیرند و از ورود مگس و یا پشه ها در طویله جلوگیری صورت بگیرند. در کناری باید برای گوها غذای مقوی داده شود تا در مقابل این مرض مقاوم بمانند همچنان گوهایی که به مرض لمپسکن دچار هستند باید از گوهای سالم جدا شوند به گفته مسئولین وزارت زراعت این مرض از حیوان به انسان انتقال نمی کنه. مردم می با جوشاندن گوشت و شیر به شکل درست از آن استفاده کنند. شنمده عزیز برنامه را که شنیدین همکار ما مزمل وطندوست وطن دوست در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه کرده بود. اگر میخواین این برنامه و سایر برنامه های آموزشی ما را هم بخوانین و هم بشنوین به صفحه اینترنتی تجلا نقطه اف سر بزنین.